سرخط خبرها. جدیت غنی بر مبارزه با فساد اداری. رئیس جمهور میگوید فساد را از تمام ادارات دولتی محو خواهد کرد. دا آقا ولس مشر نده چل اصلاحاتو نه اوتختی. دا آقا ولس مشر ده چه ده اصلاحاتو ده آزیر ده چخبر سر قربانی کی. پایان تنش‌ها بر سر بخاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی. اعضای کمیسیون خاکسپاری از بنای آرامگاه نیز سخن می‌زنند. با مهندس‌ها صحبت شده، اسکیج و مسائل فنی ساحه گرفته شده، بخیر موضوع اعمار مقبره آغاز خواهد شد. تأکید جنبش روشنایی بر انتقال برق 500 کیلوولت از بامیان. اعضای این جنبش از سیاست دوگانه حکومت انتقاد می کنند. کمیسیونی را که به نام حق قدیاب حکومت ایجاد کردن هرگز قابل قبول نیست و هرگز قابل اعتماد نیست. و انفجار دوبم در ایالات خیبر پشتونخوا جان دست کم 20 تن را گرفت. سلام و عصرتان بخیر. درخشان صدیقی هستم و شما را به این مجمع خبری از یک خوش آمدید میگم. رئیس جمهور غنی میگوید دولت گاو شیری نیست که برخی ها از آن بهره بگیرند. در مراسم گشایش شهرک خواجه‌رواش وی به بخش خصوصی و مردم وعده میدهد که به گونه جدی با فساد مبارزه خواهد کرد و برای آوردن اصلاحات حاضر از سر خود را قربان کند. تمیم شهید به این موضوع پرداخته است. شهرکی که پس از 4 سال انتظار گشایش یافت، نخستین شهرک مشارکتی مردم، بخش خصوصی و دولت که 6,300,000,000 افغانی هزینه برداشته است. رئیس جمهور غنی تعهد می کند که به نیروهای امنیتی و خانواده شهدا در گام نخست مسکن آماده خواهد ساخت. به سم لار روانیو اولس اصلاحات غواری، اولس فساد نغواری، ولس ناروا نغواری، ولس زور نغواری، ولس یو خادم دولت غواری، اوزه اول خادمیم. محمد اشرف غنی تعهد می کند که برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات تلاش جدی خواهد کرد و نیز اگر جنگ در افغانستان تمام شود، اقتصاد کشور را تا 4 چند افزایش خواهد داد. دا آقا ولس مشر نده چل اصلاحاتو نه اوتختی. دا آقا ولس مشر ده چه ده اصلاحاتو ده آزیر ده چخبر سر قربانی کی. مسئولان دولتی به شمول رئیس جمهور تکمیل این پروژه را آزمون می دانند برای آغاز پروژه های جدید دولتی. اما سرمایه گذاری روی این پروژه ها اگر دولتی یا خصوصی باشد بستگی به صلح در کشور دارند. امارزو امایله امارجمن صلح ده، اما افغان پننوات صلح نکی. هر توک چه پده فکر ده چه ولس مشر ده افغانستان بچه تا پننوات لارسی دا ارزو با گور کیویسی. رئیس جمهور غنی میگوید که به هر شکل ممکن در کشور اصلاحات خواهد آورد. مشکل ما فرهنگ باداری است نه فرهنگ خدمت. دولت گاو شیری نیست که از او خود مستفید بسازه. دولت تنها و تنها وسیله خدمت ملت است. دولتی که اعتبار ملت نداشته باشه پا بر جا نمیم. ثبات از تفنگ نمیه، با تمام قربانی های مردم ما ثبات از اعتماد مردم میه. بنابری باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غصب از اینا به توجه ندارن. قراردادهای پرسش برانگیز، فساد اداری، بلاک‌های نیمه‌رها شده و نبود زیربناها حکومت وحدت ملی را مجبور ساخت 700 میلیون افغانی از خزانه‌اش برای تکمیل این پروژه بپردازد. تکمیل یک پروژه، یک پروژه از هم پاشیده و فاقد پلان عملیاتی به مراتب مشکل تر از طرح و تکمیل یک پروژه جدید بباشد. 78 بلاک در 40 هکتار زمین ساخته شده و این نخستین پروژه دولتی است که پس از سالها انتظار به روز جمعه به بهره برداری سپرده شد. دو مقام ارشد وزارت امور شهرسازی
که مسئولیت این پروژه را به عهده داشتند به فساد میلیونی متهم شدند و همکنون پرونده آنها در دادگاه است. انتظار می رود تا دو ماه دیگر کار عملی 10,000 آپارتمان با کمک مالی چین و 1,000 آپارتمان از سوی قطر در مرکز و ولایات کشور آغاز شود. پس از دفن دوباره پیکر امیر حبیب الله کلکانی و یارانش در تپه شهرآرا، تنش‌ها میان هواداران حزب جنبش اسلامی و هواداران امیر حبیب الله کلکانی پایان یافته است. برخی اعضای کمیسیون خاکسپاری میگویند به زودی ساختمان آرامگاه امیر حبیب الله کلکانی بنا خواهد شد. آنان تاکید دارند که این اقدام بر هویت تاریخی تپه شهرآرا اثر نخواهد گذاشت و همچنان با این نام یاد خواهد شد. امروز صدها تن از هواداران امیر حبیب الله کلکانی بر تپه شهرآرا آمده و با گذاشتن اکلیل گل بر مزار آن مراسم دعاخوانی برپا کردند. شما و گزارش از عماد روستایی. سرانجام شام روز پنجشنبه افراد مربوط به جنرال دوستم ساحه تپه شهرآرا را ترک کرده و هواداران امیر حبیب الله کلکانی بر فراز این تپه آمدند و تا نا وقت های همون شب پیکر امیر حبیب الله و یارانش را به خاک سپردند. پس از درگیری و تنش میان هواداران امیر حبیب الله کلکانی و هواداران جنبش اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، سرانجام نیمه های شب پنجشنبه پیکر امیر حبیب الله کلکانی همراه با یارانش در فراز تپه شهرآرا دفن شد و حالا هواداران امیر حبیب الله کلکانی بر اینجا آمدند و مراسم دعاخوانی برپا کردند. با آغاز صبح هواداران امیر حبیب الله کلکانی دوباره بر سر آرامگاهی آمدند و کارهای نیمه تمامشان را انجام می‌دهند. با گذشت هر ساعت شمار هواداران امیر حبیب الله کلکانی با دسته های گل بر فراز تپه شهرآرا بیشتر می شوند و آنان با گذاشتن اکلیل گل بر آرامگاه شاهشان برای وی و یارانش دعا می کنند. امروز ما روا داشت که ما در مراسم جنازش هم اشتراک بکنیم و در مراسم فاتح خانی و دعاخوانیش هم اشتراک بکنیم. میگویند تنش ها میان اینان و هواداران حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم پس از دفن پیکرها پایان یافته است. هرچند در درگیری افراد مربوط به جنرال دوستم و هواداران امیر حبیب الله چند تن از دو طرف زخمی شدند. پس از اینکه اینا دفن کردند، پس از اینکه اینجا دفن شد، جنرال عبدالرشید دوستم و سران دولت آنها تسلیم اراده مردم شدند. تا زمانی که دفن نشده بود هنوز هم اراده داشتند، هنوز هم توطیه میکردند، قصد فیره داشتند. در اینجا حضور نیروهای ویژه امنیتی برای جلوگیری از احتمال درگیری هم پررنگ‌تر است. برخی از اعضای کمیسیون به خاکسپاری میگویند که به زودی کار ساخت آرامگاه امیر حبیب الله کلکانی و یارانش آغاز خواهد شد. با مهندسا صحبت شده، اسکیج و مسائل فنی ساحه گرفته شده، بخیر موضوع اعمار مقبره آغاز خواهد شد. تنش ها میان هواداران امیر حبیب الله کلکانی و هواداران حزب جنبش اسلامی به رهبری معاون اول ریاست جمهوری پس از چاشت روز پنجشنبه زمان بالا گرفت که افراد جنرال دوستم مانع ورود هواداران امیر حبیب الله بر فراز تپه شهرآرا شدند. دلیلشان هم آن که تپه شهرآرا جزی از آبدات تاریخی ترک تباران افغانستان است و نباید پیکر امیر حبیب الله در آن دفن شود. اما حالا که پیکر امیر حبیب الله کلکانی و 17 تن از یارانش در اینجا دفن شدند، اعضای کمیسیون به خاک سپاری تاکید دارد که این اقدام آنان بر هویت تاریخی این محل اثر نخواهد گذاشت. جنبش روشنایی بار دیگر بر انتقال برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان تاکید دارند. اعضای این جنبش از انکشاف نامتوازن در کشور انتقاد میکنند و تاکید دارند که حکومت خواسته های مدنی مردم را نادیده میگیرد. جنبش روشنایی امروز از 40مین روز رویداد خونین دهمزنگ که در آن دست کم 90 تن کشته و کمتر از 300 تن دیگر زخم برداشتند یادبود کرد. از رویداد خونین دمزنگ 40 روز گذشت. هرچند مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر دوش گرفت، ولی هیئت تحقیقات‌یاب دولتی تا هنوز نتیجه بررسی‌هایش را در پیوند با آن اعلام نکرده است. ملی گفته بودیم. از سوی هم در کابل از 40مین روز رویداد خونین دمزنگ توسط اعضای جنبش روشنایی یاد بود شد.
اعضای جنبش روشنایی تاکید دارند که نتایج هیئت تحقیقات‌یاب دولتی برای آنها قابل قبول نیست. کمیسیونی را که به نام حقیقت‌یاب حکومت ایجاد کردن هرگز قابل قبول نیست و هرگز قابل اعتماد نیست. اعضای جنبش روشنایی بار دیگر بر خواسته های قبلیشان تاکید دارند و میگویند که به حرکت های مدنی تا زمان عملی شدن خواسته هایشان ادامه میدهند. مردم هنوز به اون خواسته شان پابند استاده اند و به این سادگی دست از این خواسته های حقوقی و قانونیشان بر نخواهد داشت. ما مدنی پروران این کشور و عدالت خواهان معتقد به مدنیت چند هزار سال دیگر، چند دهه و چند قرن دیگر باید منتظر بمانیم تا حکومت داران ما صدای مدنیت را درک کنند. این گفته ها در حال صورت می گیرد که حکومت بر انتقال برق بامیان به ویژه مناطق مرکزی تاکید کرده و در هفته گذشته رئیس جمهور غنی نیز سفر به ولایت بامیان داشت و در آنجا نیز از عملی سازی برنامه های زیربنایی در مناطق مرکزی سخن زد. همزمان با خواست آمریکا از پاکستان برای انجام تلاش‌های جدی‌تر بر ضد هراس‌افگنان ارتش پاکستان می‌گوید بدون تبعیض و ملاحظه بر ضد هراس‌افگنان جنگیده است. سخنگوی ارتش پاکستان می‌گوید کشورش میان گروه‌های هراس‌افگن هیچ تفاوت قائل نیست و نمی‌خواهد بر ضد هیچ کشور از خاک پاکستان حمله صورت بگیرد. وزیر خارجه آمریکا هم از پاکستان خواسته است بدون تبعیض بر ضد هراس‌افگنان به شمول شبکه حقانی و لشکر طیبه بجنگد. امریکا در تداوم خواستهای نچندان قویش این بار نیز از پاکستان می خواهد بر ضد گروه های هراس افغان در خاکش اقدامات جدی تر در پیش گیرد. جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید پاکستان نباید اجازه دهد همسایه هایش متاثر از فعالیت های هراس افغانان که در خاک این کشور پایگاه دارند شوند. این واضح است که پاکستان تلاش‌هایی را به منظور نابودی هراس‌افغانان در خاک خود انجام داده، اما این تلاش‌ها بسنده نبوده است. ایالات متحده این را به پاکستان واضح ساخته که باید اقدامات جدی بیشتر دیگری را بر ضد این گروه به شمول حقانی و لشکر طیبه انجام دهد، گروه‌هایی که به حمله بر ضد هند و افغانستان متهمند. ارتش پاکستان اما تبعیض میان گروه‌های هراس‌افغان را رد می‌کند. چنانچه همیشه گفتیم هیچ تبعیض میان گروه های هراس افغان نزد ارتش وجود ندارد. رئیس ستاد ارتش اخیراً گفت که هرگز اجازه داده نخواهد شد از خاک پاکستان بر ضد هیچ کشور استفاده صورت بگیرد. این شامل هر کشور می شود. بجوا همچنان گفته است میان دولت افغانستان و حکومت پاکستان تعهد شده که هر دو طرف بر ضد گروه های هراس افغان عملیات های را انجام دهند، اما به گفته بجوا دولت افغانستان به این تعهد خود عمل نکرده است. پاکستان تمام جناح ها در هر سطح به شمول سیاستمداران و نظامیان را از عملیات های خود آگاه کرده است. ما برایشان گفته ایم که ما عملا اقدام میکنیم. رئیس جمهور افغانستان، رهبران نظامی و دفاعی افغانستان و ماموریت حمایت قاطع آگاهی یافته بودند. آنها خواستار اقدام عملی از سوی ما شده بودند. ما همچنین درخواستی را از افغانستان کردیم و خواستیم هراس افغانان را بکشند و آنانی را که دستگیر می کنند به ما برگردانند، اما متاسفانه چنین نشده است. سخنگوی ارتش پاکستان در مورد داعش میگوید این گروه تلاش داشت نفوذ خود در پاکستان را گسترش دهد، اما سرکوب شده است. داعش تلاش میکرد نفوذش را در پاکستان گسترش دهد، اما ارتش با آن اجازه نداد و با شدت جنگجویان آن را سرکوب کرد. با این حال نزدیکی هند و امریکا فرصت دیگر برای پاکستان دانسته می شود تا با افغانستان در آوردن ثبات همکاری کند و نگذارد به انزوا و تجرید کشانده شود. 40% مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. ارزیابی مشترک برنامه غذایی جهان و نهادهای همکاران نشان می دهد که همین کمبود سبب رشد ضعیف بیش از 40% کودکان در این کشور شده است. رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان درباره کمک های بشردوستانه و غذایی به این شمار آسیب پذیر با مقام های بلندپایه حکومتی دیدار کرده است. طارق ساقب با جزئیات بیشتر این خبر.
نخستین سفر رئیس اجرایی برنامه غذای جهان به افغانستان پس از سال 2003 میلادی. ارترن کازن در این سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، بانوی نخست، شماری از وزیران و تمویل کننده های این سازمان دیدار کرده است. در تمام این دیدارها روی سهم برنامه غذای جهان در بخش کمک های اضطراری مواد غذایی برای آسیب دیدگان، به ویژه در رابطه با 40% سوی تغذیه کودکان که در افغانستان وجود دارد بحث کردند. او در دیدارهایش با مقامهای افغانستان از ادامه کمک های این نهاد به افغانستان اطمینان داده که شامل کمک غذایی و 3.6 میلیون تن بیجا شده داخلی است، اما همزمان نگران منبع مالی و کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان است. بزرگترین نگرانی من کم بودن منبع مالی و کاهش توجه جامعه جهانی نسبت به افغانستان است. با منبع مالی فعلی می توانیم تا آخر ماه سپتامبر سال روان میلادی فعالیت های خود را ادامه دهیم، اما برای ادامه فعالیت های ما تا آخر سال به 50 میلیون دلار نیاز داریم. این نهاد جهانی برای آسیب دیدگان کمک بشر دوستانه می کند، اما فعالیت های آن نیز به دور از خطر گروه های هراس افغان نبوده است. فعالیت گروه های هراس افغان روی 10% فعالیت های ما در ولایت های بدخشان، هرات، غور، هلمند و پکتیا تأثیر گذاشته، اما این تأثیر گذاری به گونه متداوم نیست، بلکه ماهانه تغییر می کند. برنامه غذای جهان بزرگترین نهاد بشردوستانه جهان برای مبارزه در برابر گرسنگی در سراسر جهان است و دست کم 63 سال است که در افغانستان هم فعالیت دارد. از 3 سال بدین سو راه‌های مواصلاتی ولسوالی پسابند ولایت غور از سوی طالبان بسته است. مردم این ولسوالی از بلند رفتن بهای مواد خوراکی سخت نگرانند و میگویند این مواد تا 6 برابر افزایش یافته است. مسئولان در ولایت غور هم از دولت خواهان اعزام نیروهای بیشتر به هدف گشودن راه مواصلاتی و تامین امنیت ولسوالی پسابند هستند. نگرانی ها از بسته بودن راه مواصلاتی پسابند غور. نزدیک به 3 ماه است که طالبان راه های مواصلاتی را در ولسوالی پسابند غور بستند و اجازه ورود کاروان های مواد خوراکی را به این ولسوالی نمیدهند. باشندگان پسابند با نگرانی از این وضعیت میگویند بهای مواد خوراکی اکنون 6 برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. 4 ماه میشه ولسوالی در محاصره کامل اقتصادی و امنیتی طالبا قرار داره. طالبا اجازه انتقال مواد غذایی و سوخت به ولسوالی نمیدین و تعداد مردم به دلیل جنگ فرار کردن و تعداد زیاد طالبا اجازه نمیدن که فرار کنن. وضعیت فعلی در ولسوالی پسابند ولایت غور از 4 ماه به این طرف میشه که جنگ های سختی دوام داره. متاسفانه که هیچ توجهی عملیات زمینی و هوایی به حال یوز مردم صورت نگرفته. کمبود نیروهای امنیتی از عوامل اساسی بسته ماندن راه مواصلاتی پسابند و بلند رفتن بهای مواد خوراکی دانسته می شود. سخنگوی ولی غور می گوید که طالبان مسیر راه مواصلاتی را ماین فرش کردند. عبدالحی خطیبی خواهان فرستادن نیروی بیشتر به هدف سرکوب طالبان در پسابند است. مسئله را مطرح کردن، سلسله به عمل آوردن، مقابلات صلاحی کشور در جریان قرار دارن تا با الزام نیروی بیشتری که لازم باشه اونا بفرستن در ولایت غور با همراه نیروهایی که موجود هست اینا عملا دست به کار شن و تشکیه مناسب و تلازه. نگرانی ها از افزایش بهای مواد خوراکی به دلیل بسته بودن راه مواصلاتی پسابند در حال است که گفته می شود 10 روز پیش نزدیک به 3000 طالب به هدف تصرف این ولسوالی حمله کرده بودند. حمله ای که با مقاومت نیروهای ارتش روبرو شده است. از اینکه با ما همراه بودید جهان سپاس. بیننده مهمترین ها در سرویس خبری ساعت 10 نیز باشید.